خب ادامه میدیم. سوال 388. ون وقتی که می یعنی ممکنه، فرونت یعنی فرونت فوگ لایتس یعنی چراغ‌های مه شکن جلو، بی یوزد یعنی استفاده بشه. خب منظور سوال میگه که چه وقت ممکنه چراغ‌های مه شکن جلو مورد استفاده قرار بگیره. قسمت A درسته. ون وقتی که ویزیبیلیتی یعنی قابلیت دید سریوسلی به طور جدی، ردیوست یعنی کاهش پیدا کردن، میگه وقتی که قابلیت دیدتون به طور جدی کاهش پیدا کنه. خب سوال 389. درایوینگ یعنی رانندگی، فرونت فوگ لایتس یعنی چراغ های مه شکن جلو، سویچ آن یعنی روشن بودن، ارلیر یعنی قبلا، فوگ یعنی مه، ناو یعنی حالا، کلیر یعنی خالی بودن، پاک بودن. خب منظور سوال میگه که شما دارید رانندگی میکنید با چراغ های مه شکن جلو که روشنه، قبلا مه بوده و الان دیگه پاک شده، چه باید شما انجام بدین؟ قسمت B درسته. سویچ دم آف یعنی اونا رو خاموش کنید، سویچ آف یعنی خاموش کردن، دم یعنی اونها، ویزیبیلیتی یعنی قابلیت دید، ریمین یعنی قرار گرفتن، گود یعنی خوب. پس میگه اونا رو خاموش میکنیم اگه قابلیت دیدنمون قرار گرفته در شرایط خوبی هست، به شکل خوبی هست. خب سوال 390. سویچ آف یعنی خاموش بودن، ریر فوگ لایتس یعنی چراغ های مه شکن عقب، فوگ یعنی مه، کلیریت یعنی خالی بودن، پاک بودن. میگه چرا باید شما خاموش کنید چراغ های مه شکن عقبتون رو وقتی که مه پاک شده، یعنی مه وجود نداره. قسمت دی درسته. prevent یعنی اذیت، جلوگیری، دازلینگ یعنی اذیت شدن، فالوینگ یعنی دنبال کردن، درایورز یعنی راننده ها، میگه جلوگیری میکنه از اذیت شدن راننده هایی که دارن ما رو دنبال میکنن چون یه نور خاصی داره. خب سوال 391. happen یعنی اتفاق افتادن، use یعنی استفاده، rear fog lights یعنی چراغ های مه شکن عقب، good condition یعنی شرایط خوب. خب میگه که منظور سوال این رو میگه، میگه چه اتفاقی خواهد افتاد اگه شما استفاده کنید از چراغ های مه شکن عقبتون در شرایط خوب. قسمت C درسته. دازل یعنی اذیت شدن، آدر یعنی دیگران، درایورز یعنی راننده ها، میگه اذیت میشن دیگر راننده ها. خب سوال 392. فیتینگ یعنی مجهز بودن، چینز یعنی زنجیر چرخ، ویلز یعنی چرخ ها، هلپ یعنی کمک کردن، پریونت یعنی جلوگیری. خب میگه چه میتونه چرخ هایی که مجهز شده به زنجیر چرخ چه کمکی میتونه برای جلوگیری از چه کاری کارآمدی داره. قسمت C درسته. اسکیدینگ یعنی سرخوردن، دپ یعنی ژرف عمیق زیاد، اسنو یعنی برف، میگه برای اینی که جلوگیری میکنه از اینکه شما سر بخورید در برف زیاد و عمیق. خب سوال 393. یوز یعنی استفاده کردن، بیکل یعنی ماشین، انجین یعنی موتور، کنترل یعنی به دست آوردن، به دست گرفتن، اسپید یعنی سرعت. خب منظور سوال این رو میگه، میگه چگونه میتونید شما استفاده کنید از موتور ماشینتون برای کنترل سرعتتون، برای اینکه مهار کنید سرعتتون رو. قسمت A درسته. changing یعنی عوض کردن، لاوگیر یعنی دنده سنگین، یا میشه گفت شماره دنده‌ای که شماره هاش، حالا بعضیا به شماره میشناسن دنده ها رو، دنده‌ای که شماره هاش پایین باشه، 1 و 2. کلن میخواد بگه عوض کردن از دنده سبک به سنگین، یا دنده 3 و 4 به دنده 1 و 2. دنده 3 و 4 دنده سبک، دنده 1 و 2 دنده سنگینه. اینه همیشه یادتون باشه، یعنی یه گوشه همیشه اینه یادداشت کنید، به دردتون میخوره. خب بریم سوال 394. کود یعنی توانستن، دنجریوس یعنی خطرناک، کیپ نگه داشتن، کلاچ داون یعنی کلاج پایین، سلک نترال یعنی دنده خلاص، لانگ پریود یعنی مدت طولانی، تایم یعنی وقت، ویل یعنی وقتی که، درایوینگ یعنی رانندگی دارید میکنید. خب منظور سوال میگه که چرا
میتونه خطرناک باشه اگه شما نگه دارید کلاجتون رو تا پایین، یا دندتون رو خلاص کنید برای مدت طولانی وقتی که شما دارید رانندگی میکنید. میگه چه خطری داره برای شما. قسمت سی درسته. لس یعنی از دست دادن، استرین یعنی فرمان، راندن، بریکینگ یعنی ترمز، کنترل یعنی اون کنترل ماشین منظورشه. نمیدونم چجوری میشه معنیش کرد. خب منظور سوال، منظور جواب این رو میگه، میگه شما از دست میدید، از دست خواهید داد کنترل ترمز و فرمان ماشین رو. میگه اگه شما با دنده خلاص و کلاج پایین حرکت کنید کنترل ماشین از دست میدید. خب 395، درایوینگ یعنی رانندگی کردن، آیسی رود یعنی جاده یخی، دیستنس یعنی فاصله، فرام از فرونت یعنی جلو، درایو یعنی رانندگی. خب منظور سوال چی میگه؟ میگه شما دارید رانندگی میکنید در یک زمین یا در یک جاده یخی، چه فاصله ای از ماشین جلویی باید شما رانندگی کنید؟ قسمت دی درسته. 10 تایم یعنی 10 ثانیه. ما گفتیم در زمانی که زمین خشک 2 تایمه، در زمانی که زمین خیسه 4 تایمه، و در زمانی که زمین برفیه و یخیه میشه 10 تایم. موفق باشین، روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم.